جزئیات جنگ در ولسوالی برخاب ولایت سرپل. به نام خداوند بخشاینده و با عرض سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا داریم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید تا جدیدترین ویدیوهای خبری روزانه ما در کشور با خبر شوید. رستم روشنگر در برگه فیسبوکش می نویسد: گشایش یک جبهه جنگی دیگر در شمال، یک قدم به بیشتر به سوی فروپاشی زود هنگام حراس افغانان طالب است. مولوی مهدی چون که طالب بوده، قیامش علیه طالب معنای دیگری غیر از معنای متعارف جنگ نیروهایی است که به طور سنتی ضد طالب هستند. جنگ مولوی مهدی علیه طالب سند و ثبوت محکمی است بر اینکه طالب یک نیروی انحصارگر قومی و مذهبی است و ظرفیت این گروه در پذیرش دیگران صفر است. دیگران بماند به جایش. حتی طالب تحمل کسانی را ندارد که تا دیروز خودی بودند. البته که خودی و بیگانه از نظر طالب بر اساس تبار و قومیت مشخص می شود و خودی های بسته شده در تار ایدولوژی دینی خودی های درجه دو شناخته می شوند که میزان حضور و رشدشان در صفحه از قبل مشخص شده و حق عدول از آن را ندارند. اگر پشتون و سنی مذهب افراطی نباشد، جای در نظام طالب ندارد و جنگ و قربانی هایت برای استحکام نظام طالبی نه تنها که ارج و ارزشی نخواهد داشت، بلکه در واقع تیز کردن چرخ ماشینی است که خودت را حلاجی خواهد کرد. جنگ مولوی مهدی هزاره های متردد را از شک و تردید بیرون کرده و در برابر طالب قرار خواهد داد. متاسفانه رهبران سنتی مخالف طالب در میان هزاره ها به دلایل ناروشنی سیاست مصالحه و تواضع را در پیش گرفتند و این طمع که طالب اصلاح خواهد شد و به آنان سهمی خواهد داد. بسیاری از هزاره ها نیز از این سیاست ناکام و نادرست تبعید کردند که این امر جایگاه هزاره ها را در مناسبات قدرت به شدت تضعیف میکرد. حالا رهبران هزاره و پیروان آنان ناگزیرند که یا از مولوی مهدی که در خط دفاع از حقوق مردم هزاره قرار گرفته حمایت کنند و کنار مردم قرار گیرند، یا برای همیش دعوای بزرگ و رهبری را کنار بگذارند. با ورود هزارها و شیعان به جنگ با طالبان، ایران نیز ناگزیر به کنار گذاشتن سیاست مبهم و چند پهلو در قبال طالبان شده و به حمایت از مولوی مهدی برخواهد خواست. بعید نیست که مولوی مهدی به نام روابطی که با ایران داشته به جنگ علیه طالب اهتمام ورزیده باشد. ایران طالبان را خیلی کمک کرد، اما این گروه با گرفتن قدرت نیکی ایران را فراموش کرد. مهره های طرفداران ایران در میان طالبان منزوی تر شدند. این امر موجبات خشم ایران را فراهم کرده است. در نهایت جبهه بلخا بازوی جبهات منشیر و اندراب تخار شده و نیروهای متجاوز طالب را پراگنده می کند. بی تردید جنگ بلخا برای طالب سرنوشت ساز است و نقش مهمی در تزلزل وحدت درون گروهی خواهد داشت. طالب ناگزیر است که از تمام قوا در سرکوب بلخا استفاده کند که این امر منجر به شکل گیری قیام های بیشتر در شمال خواهد شد. پیروزی طالب در این جنگ ها یک احتمال ضعیف است. تبل جنگ در بلخا به صدا در آمد. آریا پرزنیو اجنسی در برگه فیسبوکش نوشته است: پس از اینکه مولوی مهدی بلخابی یگانه فرمانده هزاره و شیعه مذهب طالبان به دلیل تفوق طلبی طالبان پشتون تبار اختلاف نظر در مورد حقوق هزاره ها شیعان با موزش دختران از ریاست امنیت ولایت بامیان برطرف گردید، روابط خود را با گروه طالبان قطع کرد و به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که پایگاه اصلیش است رفت. طالبان با پیشگیری سیاست تمیع و رعاب تلاش کردند تا او را به نحوه به دام افغانان سرکوب کنند. هفته ها بود که حیات های از جانب طالبان نزد مولوی مهدی غرض ایجاد یک تفاهم میان آنها می رفت و اما هر بار بدون دستاورد خاصی برمیگشت. گروه طالبان که در طی روزهای گذشته هزاران جنگجوی خود را از ولایات مختلف به سرپل و بلخاب انتقال داده بودند، در نهایت به تاریخ دوم سرطان 14/1
حملاتشان را از چندین استقامت بالای مواضع مولوی مهدی آغاز کردند. ستون اصلی نیروهای طالبان از استقامت قمکوتل حملاتشان را ساعت 9 صبح آغاز کردند. گفته می شود که فرماندهی این عملیات را قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان به عهده دارد. گزارش های اولیه حکایت از شکست و تلفات طالبان در حملاتشان بالای مواضع مولوی مهدی می کند. منابع محلی به آریا پرس گفتند که در طی حملات دیروز حداقل 20 طالب کشته شده است و تعداد زیاد زخمی گفته می شود. جسدهای 3 تن از کشته های طالب هنوز هم در میدان نبرد باقی مانده است. به همین ترتیب منابع نزدیک به مولوی مهدی خبر از غنیمت گرفتن 2 تا رنجر، 1 پایه دهشکه و چندین میل سلاح خفیفه می دهند. در همین حال از یک اولنگ گزارش می رسد که 2 تن از فرماندهان محلی در ولسوالی یک اولنگ به نام های مرادی و حاجی طاهری به طالبان هشدار داده اند که اگر از استقامت یک اولنگ بخواهند جنگ را آغاز کنند، آنها جلو طالبان را خواهند گرفت. همچنان از ولسوالی آکپرگ و دره یوسف گزارش می رسد که مردم آن مناطق به طالبان اجازه ندادند تا از آن استقامت ها بالای بلخ ها حمله کنند. گزارش های تایید نشده از تماس های میان مولوی مهدی و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز وجود دارد که اگر این گزارش ها صحت داشته باشند، به زودی ما شاهد قیام سرتاسری در تمام هزارجات و به تعقیب آن در شمال افغانستان خواهیم بود. طالبان این که ناگزیرند علاوه بر جبهات پنجشیر و اندراب، خوست و فرنگ، کاپیسا در بلخاب و احتمالاً برخی مناطق دیگر هزارجات نیز بجنگند که مدیریت جنگ در این جغرافیای وسیع برایشان خیلی دشوار و حزنه بردار خواهد بود. آنچه اما در این میان مهم است، فردای پس از جنگ است. به تردید نیروهای مردمی و مقاومتگران دیر یا زود سرزمین های وسیع را از اشغال طالبان در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان بیرون خواهد کشید. جبهه مقاومت ملی و نیروهای ضد طالب از همین اکنون باید در صدد توسعه طرحهای به منظور ایجاد ساختارهای سیاسی و اداری برای حفظ اتحاد این نیروها و ارائه خدمات به مردم در مناطق آزاد شده باشند. طبق یک خبر دیگر، زکی قیس در برگه فیسبوکش می نویسد: خبر مهم از بلخاب. منبع معتبر از بلخاب خبر می دهد که جنرال اسماعیل و جنرال ذبیح الله غرزنگ که افراد وفادار به مارشال دوستم گفته شده اند، با حدود 100 نیروی نظامی با ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به حمایت مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی گروه طالبان توسط چرخبال پایین شده اند. منبع می افزاید که امروز دوم سرطان 2 حمله گروه طالبان در کوتل قمکوتل توسط نیروهای وفادار به مولوی مهدی و فرمانده ناراضی گروه طالبان عقب زده شده و به طالبان تلفات نیز وارد گردیده است. از همراهیتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.